هستم. آب چشمم که بر اون منت خاک در توست، زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست. هیچ خاک دری نیست که صدها منت از چشم من بر او نباشد. منی که چون این قدرتی دارم، منی که چون این موقعیتی دارم، من که چون این جایگاه بلندی دارم، تازه من چشمم منت خاک تو بر اوست. خب از وجودم قدری نام و نشان هست که هست، و نه از ضعف در اونجا اثری نیست که نیست. وجود من یه ذره از وجودم دیگه مانده. عاشق اینطوری است، عاشق اهل نیاز است، ولی معشوق اهل ناز است. چون یار ناز نماید شما نیاز کنید، نماید بگید تو چرا ناز آمدی، تو چرا عشوه میکنی. معشوق باید عشوه بکند، ناز کند، عاشق باید ناز بکشد. به همین دلیل عاشق ضعیف می شود، قدری نام و نشان، یک ذره نام و نشانی از اون می ماند. نام هم عاشق هم باید نام را از دست بدهد، هم نشان را از دست بدهد. یک پرنده ای هست، پرنده موهوم، یعنی واقعا وجود نداره ولی در ادبیات وجود داره، به نام انقا. انقا کوچو فقط اسمش هست، خودش وجود نداره، فقط اسم داره. بعضی ها، بعضی از شاعران گفتن ما باید مثل انقا باشیم، یعنی هیچ وجودی از ما نباشه، هیچ وجودی نداشته باشیم، فقط اسمی از ما مانده باشه. باید شبیه به عنقا باشیم، مثل سیمرغ، مثل عنقا، که فقط نامی از ما مانده باشه. اگه بخوایم بگیم مجرد، مجرد یعنی کسی که به تجرید رسیده است، کسی که همه وارستگی ها رو کنار گذاشته است، باید مثل عنقا باشه. اما یه شاعر میگوید نه، عنقا چیه؟ عنقا به مقام تجرد نرسیده است. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. عنقا اشکال داره، در اینکه عنقا یه نام ازش مانده، نام هم نباید بمانه، نام هم نباید بمانه. عنقا تجردش کامل نیست، کاملا مجرد نشده است. چرا؟ چون درست است که وجود ندارد، ولی یه نام دارد به نام عنقا، کلمه عنقا، باید اون هم وجود نداشته باشد. در کیش ما، یعنی در نظر ما، در مذهب ما، در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، کامل نشده است تجردش. چرا؟ در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. اگر از نشان گذشت و نشانی از او وجود ندارد، اما نامی از او هنوز مانده است، هنوز به تجرد کامل نرسیده است، هنوز مجرد کامل نشده است، باید نام هم از او نمانه. در کیش ما تجرد عنقا. خیلی ممنون، خیلی ها می نویسن این بیت ها، چون واقعا بیت های قشنگی است، خیلی اوقات به درد می خوره این بیت های زیبا. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. در وجودم قدری نام و نشان است، یک ذره فقط نام و نشونی از من مونده، ورنه از ضعف در اونجا اثری نیست که نیست. هر اثری از ضعف و سستی و خستگی باشه در وجود من هست، هیچ اثری نیست که نباشد در وجود من، هیچ اثری از ضعف و سستی وجود ندارد که در من نباشد. و بیت آخر: غیر از این نکته که حافظ تو ناخشنوده است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. خیلی طنز قشنگی توی این بیت است. حافظ از این گونه طنزها بسیار دارد. حافظ طنز زیاد داره و این طنز هم خیلی قشنگه. غیر از این نکته که حافظ ز
تو ناخشنود است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. میگوید تو فقط یک جا است که هنر نداری. در همه وجود تو هنر است، از همه وجود تو هنر میبارد، هنر میتراود، هنر میریزد، بجز یک نکته. اما اون نکته خیلی جالبه. اون نکته چیه؟ اون نکته این است که من از تو ناراضیم، ناخشنودم. خب بازم دوباره به خودش برمیگرده، باز دو ربطی نداره. یعنی خیلی ظریف خواسته بگه اصلا از تو عیبی نمیشه گرفت، فقط اشکال است که من نمیتونم چون به تو نمیرسم. این ناخشنوده یعنی به وصالت نمیرسم من، غیر از این دیگه هیچ عیبی در تو نیست. باز هم جوری گفته که باز همه هنرها پیش معشوقه، یعنی اینجوری نیست که با این سخن یک جای عیبی بر معشوق وارد کرده باشد. این ناخرسندی به خود حافظ برمیگردد، نه به معشوق. بازم مربوط به خودشه. یعنی خواسته بگه تو هیچ عیبی نداری جز این یکی. تازه اون یکی هم به خودش برمیگرده. حافظ بعضی اوقات آشنایی زدایی میکند. آشنایی زدایی یعنی که ما یک سخن بگیم ناگهان چیز دیگری ازش اراده کنیم. آشنایی زدایی بهش میگیم، یعنی چیز آشنا را ناگهان ناشنا میکنیم. در انگلیسی میگن defamiliarization، یعنی چیز آشنا آشنا زدایی میشود ازش، یه چیز دیگه میشود. و مثلا میگوید هر کس که دید روی تو بوسید. تا اینجا معنیش این است که هر کس که دید روی تو را بوسید. اما بعدش سخنی میگه که اصلا این معنی رو نمیدن. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. خیلی زیباست. میگه هر کس که تو را قیافه تو را دید اول من چشم من بوسید، آفرین منی چشم که عاشق چنین جمالی شده است. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. خیلی اهل نظر بود چشم من که عاشق یکی مثل تو شد. اما ابتدای سخن میگوید هر کس که دید روی تو بوسید. ما فکر میکنیم یعنی هر کس صورت تو رو دید از بس که تو زیبا بودی اومد تو رو بوسید. اما آشنایی زدایی میکند. از این مفهوم آشنا ناگهان آشنایی زدایی میکند. میگوید هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اینجا آشنایی زدایی کرده. غیر از این نکته که حافظ تو ناخشنود است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. خیلی خوب، من عرض کرده بودم این غزلها هر کدومش شاید با من 5 ماه 6 ماه فرصت میخواهد، کلمه کلمه اینا توضیح میخواهد، مخصوصا در دیوان حافظ. ولی من خودمو کنترل میکنم، خودمو در قفس میگذارم تا کمتر باز کنم سخن را، فقط در حد یه فهم معمولی از این دیوان، از شعر حافظ. اما شعر حافظ اینجوری تمام نمیشود. این غزل را اگر ما باز هم با هم بخوانیم صدها حرف جدید در این غزل خواهیم دید. ولی مجبورم کوتاه‌تر سخن بگم تا غزل‌ها بیشتری بخوانیم. سزه بیش سوز برم شده. یه قول به شما داده بودم که فیلمی برای شما، یه فیلمی هست، فیلم مستندی از حافظیه، برای که یه کمی خستگیاتون از تنتون بره اون فیلم را با هم می‌بینیم. اگر بشود دید
این بالایی؟ این بالایی؟ این بالایی؟